پیرمرد به نزد امپراتور آمد و گفت: دو چیز هست که می خواهم به شما عرض کنم. شما همیشه به حرفم گوش داده اید. من غیبگو نیستم، طالبین هم نیستم و از این همه بیهودگویی ها و یاوگویی هایی که در جریان است و از مشورت خواستن از رمل و استرلاب هیچ سر در نمی آورم. یک چیز مسلم است، اینکه وقتی خورشید طلوع کرد، غروب خورشید چندان دور نخواهد بود و این جماعتی که اینجا گرد آمده اند، همین آدم های پرمعلومات و نکته‌دان، قرن هاست هرگز به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. حالا چطور می‌خواهند یک روزه با هم کلنجار بروند، بر سر و کول یکدیگر بپرند و در رد نظریه یکدیگر سقرا و کبرا بچینند؟ ولی شما نمی‌توانید امیدوار باشید که متفق القول به نتیجه واحدی دست پیدا کنند. اجازه دهید به بحث و استدلال خود مشغول باشند. پیشنهاد من این است که شما بهترین اسب‌های دنیا را در اختیار دارید. آن موقع‌ها دور دور اسب بود. سوار بر اسب شده و با سرعت تمام از این قصر فرار کنید. قدر مسلم این که شما نباید در اینجا حضور داشته باشید و باید هرچه زودتر از اینجا فاصله بگیرید. این حرف حرفی منطقی و معقول و در عین حال بسیار ساده بود. پادشاه جمع کل عقلها و علمای اعلام را به حال خود گذاشت و رفت. آنها حتی متوجه غیبت پادشاه نشدند و او یقیناً اسبی در خور و شاهانه داشت که بسیار به آن میبالید. در آن سرزمین اسبی به نیرومندی آن اسب یافت نمیشد. و دوستی و محبتی فراوان، پیوندی عمیق و ناگسستنی، نوعی تطابق و هماهنگی بین آن اسب و پادشاه برقرار بود. پادشاه به اسب گفت: از قرار معلوم مرگ من در راه است. آن شبح چیزی جز مرگ نبود. تا جایی که در توان داری مرا از این قصر دور کن. اسب سری به علامت تایید تکان داد و سرانجام هم به قولی که داد عمل کرد. عصر هنگام وقت غروب آنها صدها مایل دورتر با لباسی مبدل به قلمروی دیگری وارد شده بودند. پادشاه از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او از اسب پیاده شد و اسب را به درختی بست، چرا که مدتها بود هر دو چیزی نخورده بودند. سپس رو به اسب کرد و گفت: ممنونم دوست من، حالا باید برای غذای خودت و خودم تدارک ببینم. ما خیلی دور شده ایم، دیگر جای هیچ ترسی نیست، اما تو ثابت کردی که همیشه آن داستانهایی که درباره‌ات می گفتند حقیقت دارد. حقاً که از باد هم جلو زدی. و همانطور که داشت افسار اسب را به درخت می‌بست، سر و کله شبح پیدا شد و گفت: می‌ترسیدم نتوانید از پس آن برایید، اما عجب اسب بی‌نظیری. من از او هم متشکرم. این همان مکان و همان زمانی است که عرض کردم. نگران بودم که با مسافتی به این دوری چطور می‌توانستم موفق شوم شما را به اینجا بیاورم. این اسب به سرنوشت خدمت کرد. داستان شگفت‌انگیزی است، اما همین داستان نشان می‌دهد که هر جا که داری افقی می‌روی، با هر سرعتی آخر سر جایت قبرستان است. عجیب است که هر لحظه گور ما به ما نزدیک‌تر می‌شود. حتی اگر از جایت جم نخوری، گور دارد به سمت تو حرکت می‌کند. به عبارتی خط افقی زمان همان میرایی انسان است. اما اگر به مرکز وجودت، به سکوت درونی ترین کانون وجودت برسی، دو جاده میبینی. یکی افقی و دیگری عمودی. شاخ در میآورید اگر بدانید که صلیب مسیحیان اصلاً به مسیحیان تعلق ندارد. صلیب یک نماد باستانی شرقی آریایی است. اسو استیکا
به همین دلیل هم آدولف هیتلر که فکر میکرد از اصیل ترین نژاد آریایی است، اسوستیکا را به عنوان نماد خود برگزید. اسوستیکا چیزی جز دو خط ضرب در شده بر روی هم نیست. در هندوستان بدون اینکه خودشان هم بدانند چرا، تجار و کسبه در آغاز سال دفاتر جدید خود را با یک اسوستیکا افتتاح می کنند. صلیب مسیحی فقط قسمتی از اسوستیکا است، اما مظهر همان چیز است، خط عمودی و خط افقی. دست‌های عیسی مسیح افقی‌اند و سر و بدنش هر کدام به سمتی مخالف اشاره دارند. در مراقبه ناگهان در یک لحظه حس می‌کنی که می‌توانی در دو سمت حرکت کنی، یا افقی یا عمودی. امتداد عمودی شامل سکوت است و نشه و سعادت، و امتداد افقی شامل دست‌ها و کار و دنیا. وقتی شخص خود را به عنوان یک چهار راه شناخت، دیگر نمیتواند نسبت به راه عمودی زندگیش بی اعتنا باشد. نمیتواند کنجکاو نباشد. راه افقی را میشناسد، اما راه عمودی دری به سوی ابدیت به رویش باز میکند. جایی که از مرگ خبری نیست. جایی که شخص به شکل فزاینده‌ای جزئی از کل کائنات میشود. جایی که از همه قید و بندها آزاد می شود، حتی از زندان بدن. گاوتاما بودا همیشه می گفت، تولد عذاب است، زندگی عذاب است، مرگ عذاب است. منظور وی این بود که حرکت بر روی خط افقی به سر بردن در عذابی مستمر است، بودن در بدبختی دائمی است. زندگی تو نمیتواند سراسر سرمستی و پایکوبی باشد. اگر این طور باشد، خودکشی تنها راه حل خواهد بود. این همان نتیجه است که فلسفه هستی گرایی معاصر غرب به آن رسیده است. فلسفه ژان پل سارتر، یاسپرز، هایدگر، کیر، کگارد و سایرین. اینکه زندگی پوچ و بی‌معناست. توضیح پاورقی مارتین هایدگر به سال 1889 در جنگل سیاه واقع در آلمان متولد شد. از ابتدای جوانی علاقه‌اش او را به سوی فلسفه و الهیات کشاند. به سال 1915 در فرایبورگ به تحصیل فلسفه پرداخت و در آنجا تحت تأثیر هوسول قرار گرفت. او اگرچه خود را اگزیستانیالیست نمی دانست، ولی آثارش در رشد و تکامل اگزیستانیالیسم اثری فوق‌العاده داشت. ادامه متن. بله، بر سطح افقی چنین است، زیرا این سطح فقط درد است و رنج و ناخوشی و بیماری و پیری، در حالی که روح تو به وسعت کل کائنات است. تو در قفس تن اسیری. همین که مسیر عمودی را کشف کردی، حرکت بر خط عمودی را آغاز می کنی. خط عمودی به این معنا نیست که باید از دنیا چشم بپوشی. نه، اما یقیناً مفهوم آن این است که تو دیگر از دنیا نیستی. دنیا فانی است. دنیا اعتبارش را از دست می دهد. اصلاً به این معنا نیست که باید دست از دنیا بشویی و به غار و صومعه و خانقاه پناه ببری. صرفاً به این معناست که تو هر جا که باشی یک زندگی فطری و درونی را که پیش از این امکان پذیر نبود آغاز می کنی. پیش از این تو فردی برونگرا بودی و اکنون درونگرایی در پیش می گیری. تا آنجا که به جسم مربوط است، تو به راحتی از عهده این کار برمی آیی، ولی به این شرط که این خاطره سر جایش باشد که تو جسم نیستی. اما برای حرکت بر روی خط عمودی می توان به طرق مختلف از جسم کمک گرفت. نفوذ خط عمودی فقط یک شعاع نورانی که به تاریکی زندگی افقی تو راه می یابد، آغازگر روشنگری است. تو همان آدم سابق به نظر می آیی، اما تو همان آدم نیستی.
از دید کسانی هم که چشم بصیرت دارند تو مانند سابق نیستی و لااقل از دید خودت آن آدم قبلی نیستی و نمی توانی باشی. تو در دنیا خواهی بود اما دنیا در تو نیست. جاه طلبی ها، آرزوها و حسادت ها همه از سرت می پرند. هیچ تلاشی برای کنار گذاشتن آنها لازم نیست. با همین حرکت تو بر روی خط عمودی همه آنها شروع می کنند به محو شدن. چون نمی توانند بر روی خط عمودی به حیات خود ادامه دهند. آنها فقط می توانند در تاریکی بر روی خط افقی قد علم کنند. جایی که همه می کوشند گوی سبقت را از یکدیگر برو بایند تا خرخره در حرص و آز فرو رفته اند تشنه قدرت بوده و رویای سلطگری در سر می پرورانند تا سری توی سرها درآورده اسم و رسمی به هم بزنند. همه این حماقت‌ها بر روی خط عمودی محو و نابود می شوند. و تو سبکبال و بی‌وزن می‌شوی، درست مثل گل نیلوفر که در آب است و آب به آن دسترسی ندارد. و تو در دنیا می‌مانی، ولی دنیا دیگر هیچ تأثیری بر تو ندارد، بلکه برعکس، این تویی که دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهی، نه با تلاشی ارادی که فقط با بودن محض خودت، حضورت، وقارت، زیباییت، همه چیز همانطور که در درونت رشد می‌یابد، تو آن را به اطراف می‌پراکنی. و این بر دل مردمانی می‌نشیند که دلی گشاده دارند و کسانی را که همه عمر دریچه دلشان بسته بوده است به وحشت می‌اندازد. آنها با چنین کسی همنشینی اختیار نمی‌کنند و نزدیکش نمی‌شوند. آنها برای اینکه خود را متقاعد کنند که چرا با چنین آدمی از نزدیک ارتباط برقرار نمی سازند، هزار و یک بهانه و دروغ می تراشند. اما حقیقت اصلی این است که از برملا شدن اسرارشان می ترسند. کسی که به طور عمودی سیر می کند، عملاً به صورت آینه‌ای در می آید که اگر به آن نزدیک شوی، چهره واقعی خود را مشاهده خواهی کرد. تو کراهت وجودت را، فزون خواهی های پیگیرت را، کاسه گداییت را در آن خواهی دید. بگذارید داستان دیگری برایتان تعریف کنم، شاید به شما در فهم موضوع کمک کند. صبح زود مردی کاسه گدایی به دست وارد باغ پادشاه شد. پادشاه عادت داشت برای پیاده روی به باغ بیاید، وگرنه ملاقات با پادشاه به خصوص برای یک گدا غیر ممکن بود. تشریفات حکومتی مانع از این کار بود. این بود که گدا درست زمانی را انتخاب کرده بود که پادشاه فارغ از تشریفات اداری و حکومتی میل داشت در سکوت طبیعت تنها باشد و تا آنجا که می تواند خود را از زیبایی و طراوت طبیعت سیراب سازد. یک بار سر و کله گدا پیدا شد. پادشاه گفت: الان وقتش نیست. من کسی را به حضور نمی پذیرم. گدا گفت: من گدا هستم. دم و دستگاه شما بسیار سخت گیر است و توفیق زیارتتان برای یک گدا محال است. التماس می کنم اجازه شرفیابی بفرمایید. پادشاه در این فکر بود که به نحوی از دست او خلاصی یابد. او گفت: چه می‌خواهی؟ کافیست آن را به زبان بیاوری تا آن را از ساعه دریافت کنی. فقط مزاحم سکوت و آرامش صبحگاهی من نشو. گدا گفت: پیش از آن که دستور بفرمایید از مرحمت شما چیزی به من بدهند، دوبار فکر کنید. پادشاه گفت: مرد عجیبی به نظر می‌رسی. اولاً که بدون اجازه به باغ ما می آیی و اصرار می کنی که باید به حضور پادشاه شرفیاب شوی و اکنون که می گویم هرچه می خواهی فقط به زبان بیاور، تعلل می ورزی. آرامش و سکوت مرا برهم نزن. گدا خندید و گفت:
آرامشی که برهم می خورد آرامش نیست و سکوتی هم که برآشفته گردد فقط یک رویاست، واقعیت نیست. در این زمان پادشاه به دیده تعجب به گدا می نگرد. او داشت چیز فوق‌العاده مهمی می گفت. پادشاه به فکر فرو رفت. تردیدی نیست که این مرد گدایی عادی نیست. گدا دوباره گفت: بهتر است از نو درباره‌اش فکر کنید، چون آنچه می خواهم این است که فقط این کاسه گدایی را با هر چیزی که اراده می فرمایید پر کنید تا از پیشگاه مبارک مرخص شوم. اما باید پر باشد. پادشاه خنده‌ای سر داد و گفت: عجب مرد دیوانه‌ای هستی، خیال می‌کنی ما از پر کردن این کاسه گدایی عاجزیم؟ او خزانه دار را به نزد خود فراخواند و گفت: این کاسه گدایی را از الماس و سنگ‌های گرانبها پر کن. خزانه دار هیچ سر در نمی‌آورد چه اتفاقی افتاده است. سابقه نداشت کسی کاسه یک گدا را از الماس پر کند. گدا به خزانه دار تذکر داد: یادتان باشد تا وقتی کاسه گدایی پر نشده من از اینجا جم نمی خورم. و این زورآزمایی بین یک گدا و یک پادشاه بود. حالا بقیه داستان جالب است. به محض اینکه مشتی الماس را در کاسه گدایی می ریختند در همان لحظه ناپدید می شد. پادشاه در موقعیت بسیار نگران کننده‌ای قرار گرفت. با این حال خم به ابرو نیاورد و گفت: هرچه پیش آید خوش آید، حتی اگر تمامی خزانه از دست برود، منی که سلاطین و امپراتوران بزرگی را شکست داده ام، زیر بار گدایی پا برهنه نخواهم رفت. و خزانه خالی شد. این خبر در سراسر شهر پیچید. هزاران نفر از مردم در آنجا جمع شدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. تا آن روز کسی پادشاه را چنین درهم شکسته، عصبی و در حال رعشه ندیده بود. سرانجام که خزانه ته کشید و کاسه گدایی کماف سابق خالی ماند، پادشاه به پای گدا افتاد و گفت: مرا ببخش، من نفهمیدم. من هرگز در این باره فکر نکرده بودم. من نهایت سعی خود را کردم، اما حالا دیگر چیزی ندارم تقدیم کنم. تو با گفتن راز این کاسه به من ثابت خواهی کرد که مرا بخشیده ای. کاسه گدایی عجیبی است. مشتی الماس آن را پر می کرد، اما همه خزانه هم برای پر کردنش کفاف نداد. گدا خنده ای کرد و گفت: لازم نیست نگران باشید. این کاسه یک کاسه گدایی نیست. من کاسه سر آدمیزادی را یافتم و از آن این کاسه گدایی را ساختم. از قرار معلوم هنوز عادت دیرینه از سرش نیفتاده است. آیا تا به حال به کاسه گدایی خودتان، کاسه سرتان نگاه کرده اید؟ به آن هرچه بدهی باز هم بیشتر و بیشتر می خواهد. فقط یک زبان سرش می شود، بیشتر. همیشه خالی است، همیشه گداست. بر روی خط افقی فقط گدایانند و بس، چون برای بیشتر هرس می‌زنند و این بیشتر هیچگاه دست یافتنی نیست. نه اینکه تو به مقامی که می‌خواهی نمی‌رسی، اما لحظه‌ای که به آن رسیدی، موقعیت‌ها و مقام‌های بالاتری هم هست. شاید لحظه‌ای پت‌پت شعله شادی و لحظه‌ای بعد ناامیدی همان و رقابت بر سر بیشتر همان. تو نمیتوانی آتش بیشتر را سیراب کنی. بیشتر فطرتاً سیری ناپذیر است و این همان خط افقی است. خط بیشتر و بیشتر و بیشتر. خط عمودی چیست؟ کمتر و کمتر و کمتر بودن تا مرز خلأ کامل، تا نقطه هیچ بودن، هیچ کس بودن. فقط یک امضا، حتی نه بر روی شنها که بر روی آب که هنوز امضا نکرده ناپدید شده است. رهروی خط عمودی همون سانیاسیان اصیل و واقعی است. کسی که از ناکس بودنش بسیار شادمان و خوشحال است و با خلوص باطنی یه خلأ خود در جشن و پایکوبی است.
چه فقط خلع می تواند خالص باشد. کسی که از برهنگی خیش کاملا راضی و خوشنود است، زیرا فقط نیستی همساز با عالم هستی است. همین که این همسازی با عالم هستی اتفاق افتاد، تو دیگر نیستی. به تعبیری به مفهوم قدیمش دیگر نیستی، ولی تو برای نخستین بار تمامی کائناتی، حتی ستاره های دور دست پهنه کهکشان در درون تو جای دارند. خلع تو می تواند همه آنها را در بر گیرد. گلها و خورشید و ماه و تمامی موسیقی عالم، کون و مکان. تو دیگر نفس نیستی. من تو دود شده و رفته هوا. اما به این معنا نیست که تو هم ناپدید شده ای. برعکس، لحظه ای که من تو ناپدید شده باشد، تو پدیدار شده ای. چه خلصه فوق‌العاده ای، بدون احساس من، بدون احساس هیچ نفسی، بدون تقاضا برای چیزی بیشتر. تو دیگر بیش از این چه می‌خواهی؟ تو هیچی، خلع را در اختیار داری. تو در این خلع بی هیچ همچشمی و رقابتی کل کائنات شده ای. آنگاه پرندگان آوازخوان فقط بیرون از تو چهچهه سر نمی دهند. آنها آن بیرون پدیدار می شوند، چون این جسم مانع است. بر روی خط عمودی تو بیشتر و بیشتر آگاهی هستی و کمتر و کمتر جسم. همه ی هویتی که با جسم تعیین می شد از میان می رود. در نیستی این پرندگان در درون تو خواهند بود. این گلها، این درختان و این صبح زیبا و دلانگیز در درون تو خواهند بود. در حقیقت آن موقع دیگر از بدون خبری نیست. همه چیز به چشمانداز تو بدل شده است. دیگر چه زندگانی از این پربارتر که همه چیز به میهمانی درون تو آمده. وقتی ماه و خورشید و ستارگان و بیکرانگی زمان و فضا سراسر در درون توست، بیش از این دیگر چه می‌خواهی؟ این دقیقاً همان مفهوم روشنگری است. نفسی چنان نابود که اقیانوس هستی سراسر جزئی از تو می‌شود. کبیر، عارف بزرگ هندی، در عین بی‌سوادی جملات بسیار مهم و ارزشمندی را به تحریر درآورده است. او یکی از این جمله‌ها را پیش از مرگش تصحیح نمود. جمله زیبایی که در جوانی نوشته بود این بود: درست مثل قطره شبنمی که همچون مرواریدی درخشان از گلبرگ نیلوفر به درون اقیانوس می‌لغزد. و این اتفاقی بود که برای من افتاد. من در جستجو بودم دوست من، ولیکن به جای یافتن خیش در کائنات گم شدم و آن قطره شبنم در اقیانوس ناپدید شد. او درست پیش از مرگ وقتی داشت چشمانش را می‌بست از پسرش کمال این را خواست: خواهش می‌کنم جمله‌ام را عوض کن. کمال گفت: من خودم همیشه حدس می زدم اشتباهی در آن وجود دارد. و آن نوشته را که خود تصحیح کرده بود به پدر نشان داد. آن جمله حتی قبل از اینکه کبیر با خبر شود اصلاح شده بود. به همین خاطر هم کبیر نام پسرش را کمال گذاشته بود. تو معجزه‌ای پسرم. کمال یعنی معجزه و آن مرد واقعا یک معجزه بود. او جمله مورد نظر کبیر را به این صورت تغییر داده بود: دوست من در جستجوی خیش بودم و عوض یافتن خودم همه دنیا، همه عالم هستی را یافتم. آن قطره شبنم در آن اقیانوس گم نشده، بلکه اقیانوس در آن قطره شبنم ناپدید شده. و وقتی اقیانوس در قطره شبنم ناپدید می شود، قطره شبنم فقط حد و مرز خود را از دست می دهد، نه چیز دیگر. بر روی خط عمودی تو کمتر و کمتر و کمتر می شوی و یک روز تو دیگر نیستی. یکی از استادان زن به نام رینزایی
عادت بسیار مضحک و در عین حال زیبایی داشت. او هر روز صبح که از خواب بیدار می شد، پیش از باز کردن چشمهایش می گفت: رینزایی، تو هنوز اینجایی؟ شاگردان او می گفتند: این دیگر چه ادا و اطواری است؟ و او می گفت: من منتظر لحظه ای هستم که پاسخم این است. نه، هستی وجود دارد، اما رینزایی نیست. این همان اوج آگاهی است که انسان می تواند به آن دست یابد. این غایت فیض و برکت است. تا وقتی شخص به این قله نرسیده، نابینا، دردمند و بینوا در کوره راه‌های پرپیچ و خم و تاریک سرگردان است. ممکن است دانش زیادی بیندوزد، عالمی بزرگ شود، اما این سودی به حالش ندارد. فقط یک چیز، یک چیز بسیار ساده، جوهره تمامی تجربه مذهبی است و آن مراقبه است. تو به درون سیر می کنی. بیرون آمدن از ازدحام افکار بسی دشوار است. اما تو که فکر نیستی، تو می توانی از این شلوغی به درآیی و بین خودت و افکارت فاصله ای ایجاد کنی. هر قدر این فاصله بیشتر می شود، افکار همچون برگ‌های مرده از درخت ذهن تو به زمین می افتند. زیرا این تو و همسانی تو با افکار توست که آنها را تغذیه کرده و زنده نگه می دارد. وقتی قضارسانی به آنها را قطع کردی، افکار نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. تا به حال با افکاری برخورد کرده ای که به تنهایی جایی روی پای خود ایستاده باشند؟ و فقط سعی کن بی تفاوت باشی. واژه گاوتاما بودا یعنی اوپکشا. کافی است نسبت به کل ذهن بی اعتنا باشی تا فاصله خود به خود ایجاد شود. تا آن درجه که قضارسانی به افکار کلن متوقف گردد. آنها به سادگی ناپدید می شوند. افکار به حباب صابون می مانند. در لحظه ای که همه ی افکار ناپدید می شوند، تو خودت را در موقعیت مشابهی می بینی. می پرسی: رینزایی، آیا تو هنوز اینجا هستی؟ و تو برای آن لحظه باشکوه، آن فرصت بزرگ و استثنایی انتظار می کشی که جواب این است: نه، این یارو رینزایی کیست؟ این سکوت مراقبه است و این با استعداد فرق دارد. هر کسی نمی تواند پیکاسو یا رابیندرانات یا میکلانج باشد. آنها آدم های با استعداد و صاحب ذوقی هستند. توضیح پاورقی: رابیندرانات شاعر، نقاش و فیلسوف هندی 1861 الی 1941. برخی از کتاب‌های وی عبارتند از پادشاه تالار سیاه، میوه جمع کن، ناسیونالیسم، شعرهای خبیر، داستان‌هایی از تاگور، بندهای گسسته، نامه‌هایی به یک دوست، مذهب بشر، شخصیت، نکته‌هایی از بنگال، پیوند خلاق، چشم درد، باغبان، هدیه عشق و غیره. ادامه متن: اما همه می توانند به اشراق، به روشنگری برسند، چون این استعداد نیست، فطرت درونی توست، فطرتی که از آن بیخبری. اگر در محاصره افکار باقی بمانی، همانطور بیخبر خواهی ماند. تو وقتی از واقعیت قایی خیش آگاه می شوی که هیچ چیز مانع از این آگاهی نباشد. وقتی که خلأ نیستی تو را احاطه کرده باشد. خط عمودی بی نظیر است. شاید عالی ترین و نادرترین چیز در عالم هستی همین خط عمودی باشد. چون تو را به سفر ابدیت و جاودانگی می برد. گلهایی در طول آن مسیرها شکفته می شوند که برای ذهن غیر قابل تصورند و تجربه های اتفاق می افتند که غیر قابل توجیهند.
اما وجود انسان به شیوهی بسیار عجیب زبان به وصف می گشاید. چشمانش اعماق دلش را به نمایش گذاشته و ژست‌ها و حرکات دست و سر و بدنش وقار و شکوه حرکت عمودی را برملا می سازند. زندگی او سراسر به ارتعاش و درخشش در آمده یک میدان انرژی می آفریند. من برای آنها که پرده تعصب جلوی چشمانشان را فرا گرفته، آنها که از قبل تصمیمات و نتیجه گیری ها را در آستین دارند متاسفم. اما آنها که ذهنی باز و پذیرا و عاری از پیش داوری داشته و هنوز به استنتاج نرسیده اند، فوراً این ارتعاش و این درخشش را احساس می کنند. تطابق و همزمانی خاصی بین دل رهروی راه عمودی و دل کسی که هنوز عمودی نیست اتفاق می افتد. درست در همان لحظه‌ای که این تطابق و همزمانی روی می دهد، تو نیز حرکت عمودی را آغاز می کنی. اینها فقط کلماتی هستند برای توضیح چیزی که واژه‌ها از بیان آن عاجزند. قوانین سالخوردگی صفحه 149. هر کسی در حال پیر شدن است. از روزی که به دنیا آمده ای، هر لحظه، هر روز داشتی پیر می شدی. دوران کودکی یک فلو یا تغییر دائمی است. دوران جوانی هم همینطور، فقط دوران پیری است که هرگز تمامی ندارد، چون خودش پایان بخش زندگی است. این خاصیت منحصر به فرد دوران پیری است که تو را به آرامش ابدی سوق می دهد. اما اگر به دنبال قوانینی چند برای دوران میانسالی هستی، تا آنجا که به من مربوط می شود، من هرگز نه کودک بوده ام نه جوان، نه هرگز پیر می شوم و نه هرگز خواهم مرد. من فقط یک چیز در خودم می شناسم که کاملا ثابت و ابدی است، اما فقط به خاطر شما. قوانین بسیاری درباره دوران پیری وجود دارد، چون در سراسر جهان همه پیر می شوند و بسیاری از متفکران و اندیشمندان در این باره به فکر فرو رفتند که این دوران پیری چیست. اولین قانون، قانون آخر دونور است که از قرار معلوم درباره دوران پیری است. قانونی که می تواند اولین و آخرین باشد. هرگز درباره چیزی که حتمی است تأمل و تردید نکن. تو خوب می دانی که داری پیر می شوی. دیگر در این مورد تأمل و تردید نکن که تو را از این که هستی مفلوک تر می سازد. این قانون زیبایی است. هرگز درباره چیزی که حتمی است تأمل و تردید نکن. در حقیقت جز مرگ هیچ چیز در زندگی حتمی نیست. راجع به همه چیز می توان تردید و تأمل کرد جز مرگ. دوران پیری فقط دری است به سوی مرگ. دوران میانسالی وقتی است که تو شروع می کنی جای عواطف و هیجانات خود را با یک سری علائم و نشانه های بیماری عوض می کنی. وقتی دختری به تو نگفت، می دانی که داری پیر می شوی و احساس آسودگی و آرامش خیال می کنی. دوران پیری وقتی است که تو چراغ‌ها را بیشتر به خاطر صرفه‌جویی خاموش می کنی تا دلایل عشقی. دوران پیری دوره ای از زندگی است که بیشتر به پیشرفت و عقب نماندن از دیگران توجه داری. دوران پیری وقتی است که بیش از هر زمانی از تو کار برمی آید، اما ترجیح می دهی دست روی دست بگذاری و کاری انجام ندهی. دوران پیری برای خود تجربه اسرارآمیزی است، اما همه این قوانین را ذهن غربی ساخته و پرداخته است. من در سراسر تاریخ ادبی شرق کسی را پیدا نکردم که به این شیوه درباره دوران پیری صحبت کرده باشد. برعکس، دوران پیری فراوان مورد تمجید و تحسین قرار گرفته است. اگر زندگی تو صرفاً بر روی خط افقی حرکت کرده باشد، فقط پیر و فرتوتی. اما اگر زندگیت، آگاهیت از حرکتی عمودی به سمت بالا برخوردار باشد،
آنگاه تو به زیبایی، عظمت و افتخار دوران سالخوردگی دست یافته ای. دوران پیری در شرق با حکمت یا خرد مترادف بوده است. اینها دو مسیرند، یکی افقی از کودکی تا جوانی و پیری و مرگ و دیگری عمودی، از کودکی تا جوانی و پیری و جاودانگی. به لحاظ کیفی تفاوت این دو بود از زمین تا آسمان است. کسی که به جوانی میرسد پیر شده و سرانجام میمیرد. هویت او با جسدش شناخته میشود. او درباره وجودش چیزی نمیداند، زیرا وجود نه هرگز به دنیا میآید و نه هرگز از دنیا میرود. همیشه هست، همیشه بوده و همیشه خواهد بود. وجود کل ابدیت است. کودک بر روی خط عمودی به جوانی میرسد، اما جوانی بر خط عمودی با جوانی بر خط افقی تفاوت دارد. کودکی معصوم است، اما این نقطه است که این دو بعد متفاوت از آنجا سرچشمه میگیرند. جوانی بر خط افقی چیزی جز لذات جسمانی، لهو و لعب و سبکسری‌هایی از این قبیل نیست. جوانی بر خط عمودی به منزله جستجوی حقیقت و کنکاش برای زندگی است. جوانی بر روی خط عمودی یعنی شور و اشتیاق برای خودشناسی. پیری بر خط افقی فقط ترس و دلهره از مرگ است. به چیزی جز گورستان و ظلماتی که مدام سیاه‌تر و تاریک‌تر می‌شود نمی‌تواند بیندیشد. نمی‌تواند خود را جز یک اسکلت تصور کند. پیری بر خط عمودی جشن است و پایکوبی. او مثل همیشه انسانی زیباست. جوانی کمی مضحک و احمقانه است. باید همچنین باشد. جوانی خام و بی تجربه است. اما پیری همه تجربه ها را پشت سر گذاشته. تجربه های بد و خوب، درست و نادرست، و به حالتی رسیده است که دیگر تحت تأثیر هر چیزی که با ذهن و جسم ارتباط دارد قرار نمی گیرد. این خود نوعی به پیش باز رفتن است. پیری بر خط عمودی درهای خود را به روی میهمان غایی باز نگه می دارد. پیری آخر خط نیست. تازه آغاز یک زندگی واقعی، آغاز بودنی اصیل است. این است که من پیوسته بین پیر شدن و رشد یافتن تمایز قائلم. تعداد بسیار معدودی از مردم از روی خوش اقبالی رشد پیدا کردند. بقیه فقط پیر شدند و طبعاً به سوی مرگ می شتابند. مرگ فقط بر روی خط عمودی وجود ندارد. خط عمودی راهی است که به ابدیت و الوهیت کشیده شده. و بی تردید وقتی کسی در این بود به پیری رسید، از زیبایی و وقار، از عشق و محبت برخوردار است. به کرات نقل کرده اند و این عبارت در کتاب‌های مقدس بودایی ها تصریح شده است که بودا هر قدر پیرتر می شد زیباتر می نمود. من این را یک معجزه حقیقی می خوانم، نه راه رفتن بر روی آب را که هر آدم مستی می تواند آن را امتحان کند، نه تبدیل آب به شراب را که از هر تبهکاری برمی آید. این معجزه حقیقی است. بودای پیر زیباتر از بودای جوان می شود. او معصومتر از زمان کودکیش می شود و این رشد است. تو همه شانس زندگی خود را از دست می دهی مگر آنکه بر روی خط عمودی حرکت کنی. هنگام حرکت بر روی خط عمودی تو هر روز به زندگی نزدیکتر می شوی، نه دورتر. آنگاه تولد تو آغاز مرگ نیست. تولد تو آغاز زندگی ابدی است. می بینی دو تا خط و این همه تفاوت. غرب هرگز در این باره نیندیشیده است. هرگز از خط عمودی حرفی به میان نیاورده است. زیرا آنها در جوی معنوی، جایی که ثروت واقعی در درون توست، بار نیامدند. حتی اگر به فکر خدا هم بیفتند، او را خدایی در بیرون از خیش تصور می کنند. گاوتاما بودا می توانست خدا را منکر شود. من خدا را منکر می شوم. بی تردید آن خدایی که بیرون از خود تصور می کنی وجود ندارد.
به همین دلیل ساده که ما می‌خواهیم به درون بازگردیم. اگر قرار است خدا یا چیزی شبیه به آن وجود داشته باشد، باید در درونت آن را بیابی. باید در ابدیت خودت، در خلسه خودت آن را پیدا کنی. اینکه آدمی خود را صرفاً یک ساختار جسمی ذهنی تصور کند، این خطرناک‌ترین اندیشه است که ممکن است به ذهن انسان خطور کرده باشد. اندیشه‌ای که همه وقار و زیبایی آدم‌ها را از بین می‌برد و آنها را وادار می‌کند تا مدام در ترس و دلهره مرگ به سر برده و بکوشند دوران پیری را تا آنجا که ممکن است از خود دور نگه دارند. در غرب اگر به پیرزنی بگویی چقدر جوان به نظر می آیی و او بداند که دیگر جوان نیست، ساعتها جلوی آینه می ایستد تا ببیند آیا آثاری از جوانی هنوز در جایی از بدن او باقی است یا نه. اما منکرش هم نمی شود و از فرط خوشحالی قند توی دلش آب می کند. در شرق کسی به یک پیرزن نمی گوید چقدر جوان به نظر می آیی. برعکس، سالخوردگی و پیری چنان مورد عشق و احترام است که اگر به کسی بگویی نسبت به سن و سالت جوانتر به نظر می آیی، نوعی توهین به او محسوب می شود. به یاد یک پیش آمد غیر مترقبه افتادم. من در کنار خانواده‌ای زندگی می کردم و آنها همه به کفبینی علاقه‌مند بودند. آنها دوستم داشتند و من حداقل 3 بار در سال به دیدن آنها می رفتم و هر بار دست کم 3-4 روزی پیش آنها می ماندم. یک بار که به آنجا رفته بودم، آنها بدون نظرخواهی از من ترتیبی داده بودند که یک کفبین بیاید و از روی خطوط کف دستم چیزهایی راجع به من بگوید. وقتی به قضیه پی بردم که دیگر کار از کار گذشته بود، آن کفبین مثل شاخ شمشاد در اتاق نشیمن نشسته بود. از روی ناچاری گفتم، بسیار خوب، بگذار چند دقیقه هم خوش باشیم. دستم را به او نشان دادم. کلیان را بررسی کرد و گفت، باید حداقل 80 سالی داشته باشی. طبعاً یکی از دخترها نتوانست جلوی خودش را بگیرد. چه مزخرف، این دیگر چه جور کفبینی است؟ در آن زمان من فقط 35 سال داشتم. حتی یک آدم کور هم می توانست تفاوت بین مرد 35 ساله و مرد 80 ساله را تشخیص دهد. او که واقعا کفرش بالا آمده بود به من گفت، من که فاتحه این بابا را خواندم، حتما باز هم می خواهد از این هزیانها تحویلمان بدهد. گفتم، تو حالیت نیست. تو غربی بار آمده ای، به شیوه غربی تحصیل کرده ای، تو به خاطر ادامه تحصیل به غرب رفتی و در غرب بار آمده ای و نمی توانی بفهمی این بابا چی گفت. او گفت، خب چی گفت؟ مثل روز روشن بود که چی گفت. این فهمیدن می خواهد؟ فقط حماقت خودش را به ما ثابت کرد. یک مرد جوان 35 ساله، آن وقت می گفت تو 80 سالته. برایش داستانی درباره لال فالدف امرسون تعریف کردم. مردی از امرسون پرسید، چند سالته؟ امرسون جواب داد، تقریباً 360 سال. مردک نمی توانست باور کند. آخر همیشه فکر می کرد که امرسون آدم راستگویی است. چرا این حرف را زده بود؟ از زبانش در رفته بود؟ دیوانگی زده بود به سرش یا شوخیش گرفته بود؟ برای اینکه موضوع روشن شود گفت، نشنیدم چه گفتی، بگو ببینم، گفتی چند سال؟ امرسون گفت، درست شنیده ای، 360 سال. مرد گفت، باورم نمی شود، تو بیش از 60 سال نمی زنی. امرسون گفت، از یک جهت حق داری، عمودی من 360 سال دارم و افقی 60 سال. چه بسا او نخستین فرد غربی باشد که این اصطلاح افقی و عمودی را به کار برده است. امرسون فوق‌العاده به شرق علاقه داشت و حتی تصاویری گذرا از غیب را هم دریافت کرده بود که او را به غیب گویان اوپانیشادها نزدیکتر ساخته بود. می گفت، من عملاً 60 سال عمر کردم، حق با شماست،
اما در این 60 سال به قدری زندگی کردم که تو حتی در 360 سال هم نمی توانی زندگی کنی. من 6 برابر زندگی کردم. توضیح پاورقی رالف والدو امرسون مقاله نویس و شاعر آمریکایی 1803 الی 1882 ادامه متن در خط عمودی سالها به حساب نمی آیند، فقط تجربه ها به حساب می آیند. کل گنجینه عالم وجود بر روی خط عمودی قرار دارد. نه فقط جاودانگی، نه فقط احساس خداگونگی، بلکه نخستین تجربه عشق خالی از نفرت، نخستین تجربه مهربانی و عطوفت، نخستین تجربه مراقبه، نخستین تجربه فوران عظیم روشنگری. این تصادفی نیست که در غرب واژه اینلایتمنت، روشنگری، معنایی متفاوت از شرق دارد. آنها معتقدند که سرانجام پس از سالهای ظلمات دوران روشنگری فرا رسیده است. آنها به آدمهایی مثل برتراند راسل، ژان پل سارتر، کارل یاسپرز، نوابق روشنگر، نوابق از جهل رهاننده می گویند. توضیح پاورقی برتراند راسل، ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی 1872 الی 1970 ادامه متن آنها درک نمی کنند که دارند از این واژه بد برداشت کرده و آن را به لجن می کشند. نه برتراند راسل به روشنگری رسیده بود، نه ژان پل سارتر و نه کارل یاسپرز. روشنگری بر روی خط افقی اتفاق نمی افتد. حتی ژان پل سارتر هم در سن پیری به دنبال دختران جوان بود. برتراند راسل چندین بار همسر عوض کرد. او مدت مدیدی بر روی خط افقی زندگی کرد، نزدیک به 1 قرن. اما حتی در پیری علایق او به اندازه علایق جوانها مضحک و احمقانه بود. شرق می داند که واژه روشنگری هیچ ربطی به نبوغ و نیروی عقل ندارد، بلکه با کشف خیشتن واقعی اصل وجود آدمی سر و کار دارد. بنابراین احتیاجی نیست نگران آن قوانین باشی. آنها همگی بر روی خط افقی قرار دارند. بر روی خط عمودی عشق است نه قانون. آنجا تجربه فزاینده روحانی شدن بیشتر و بیشتر و جسمانی شدن کمتر و کمتر. مکاشفه‌گر بودن بیشتر و بیشتر و ذهنیت‌گرایی کمتر و کمتر. بیشتر و بیشتر ملکوت را در نوردیدن و کمتر و کمتر به این دنیای مادی و بی‌ارزش وابسته بودن است. دنیایی که ما سخت گرفتار آنیم. بر روی خط عمودی کم کم احساس می کنی که آرزوها، تمایلات جنسی، جاه طلبی ها، میل به قدرت و غیره همه محو و نابود می شوند. اسارت و بردگی از همه لحاظ، سیاسی، اجتماعی، ملی، ناپدید می شود و تو بیشتر به فردیت خیش روی می آوری. و با این فردیت شفاف و درخشانی که پیدا می کنی، کل بشریت از دید تو یکی می شود. تو نمی توانی بین آدم ها تمایز قائل شوی. تجربه های بزرگ و فوق‌العاده‌ای بر روی خط عمودی وجود دارد. بر روی خط افقی فقط انحطاط است و بس. بر روی خط افقی پیرمرد در گذشته زندگی می کند. به فکر آن روزهای زیباست، به فکر شبهای عرب دوران جوانی است، ایامی که مسئولیتی در بین نبود، کودکی بود که بیخیال به دنبال پروانه ها می دوید. در حقیقت او سراسر زندگیش را به دنبال پروانه ها دویده است، حتی در سن پیری. این چیزی است که بر روی خط افقی اتفاق می افتد. هر قدر پیرتر می شوی، آرزوها تو را بیشتر شیفته خود می سازند، چون اکنون می دانی که فقط مرگ در پیش است. این است که دلت می خواهد تا آنجا که ممکن است از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری.
هرچند لذت بردن دشوار است، چون از نظر جسمانی انرژیت را از دست داده ای. بنابراین پیرمردی که بر روی خط افقی سیر می کند، از نظر دماغی دچار هیجانات جنسی می شود، او مدام به مسائل جنسی فکر می کند. پیرمرد کاری جز فکر کردن ندارد و چی هست که درباره‌اش فکر کند؟ او زنان زیبا را در ذهنش مجسم می سازد. پیرمرد مدام به فکر گذشته هاست. روانشناسی این را می گوید. کودک به آینده فکر می کند چون گذشته ای ندارد. نمی تواند به فکر گذشته باشد. او هیچ دیروزی ندارد. او به فکر روزهایی است که در پیش دارد. به فکر یک عمر زندگی. 70 سال عمر فرجه کافی در اختیار او قرار می دهد. او می خواهد به سرعت به اندازه کافی بزرگ شود تا دست به کارهایی بزند که مال آدم بزرگ هاست. پیرمرد هیچ آینده‌ای ندارد. آینده یعنی مرگ. او حتی دلش نمی خواهد راجع به آینده حرف بزند. آینده پشتش را می لرزاند. آینده یعنی قبر. او از گذشته حرف می زند. همین موضوع درباره کشورها صادق است. به عنوان مثال، کشوری مثل هندوستان هرگز درباره آینده فکر نمی کند. مفهوم آن این است که پیر شده است. این خودش دال بر بیماری است. هندوستان همیشه در فکر گذشته هاست. زندگی راما و سیتا را مدام به نمایش در می آورد. قرن‌هاست همان داستان عیناً بر صحنه نمایش تکرار می شود. در هر روستایی این نمایش به روی صحنه می آید. توضیح پاورقی: راما و سیتا مربوط به داستان رامایانا، شاهکار والمیکی هند باستان. ادامه متن: مدام درباره بودا و مهاویرا و آدیناتا و ریگودا و اوپانیشادها فکر می کنند. گذشته ها گذشته، دیگر همه چیز به سر آمده. اکنون کشور هند فقط منتظر مرگ است. هیچ آینده‌ای وجود ندارد. بنابر یک ایده هندی که خود برخواسته از تفکری کهنه و قدیمی است، بهترین دوران به میلیون‌ها سال پیش باز می‌گردد، دورانی که به آن ساتیوگا می‌گفتند، دوران حقیقت. پس از آن انسان شروع به سقوط و انحطاط کرد. می‌توانید آن را با نمونه همتراز آن در روانشناسی مقایسه کنید. کودکی، جوانی، میانسالی و پیری. مطابق با این 4 دوره زندگی انسان، 4 دوره برای خود زندگی پیشنهاد شده است. دوره نخست معصومیت بود، زلال و ژرف مثل یک کودک، بسیار متعادل. آنها یک میز را مثال می آورند که دارای 4 پایه است، کاملا متعادل، و بعد انحطاط آغاز می شود. در هندوستان ایده تکامل، اِوولوشن، هرگز وجود نداشته است. اما برعکس، ایده‌ای دقیقاً مخالف آن در اذهان پا گرفته است. واژه‌ای که حتی در غرب از آن استفاده نمی‌شود، شاید هم تا به حال چنین اصطلاحی را نشنیده باشی. اما در هندوستان به واگذاری قدرت، دِوولوشن می‌اندیشیدند، نه تکامل. ما داریم تکیده می شویم، داریم از پا می افتیم و سقوط می کنیم. در مرحله دوم سقوط، یکی از پایه ها از بین می رود. میز می شود 3 پایه. هنوز متعادل است، اما نه به اندازه 1/4 پایه. در مرحله سوم، پایه دیگری را هم از دست می دهد. اکنون فقط 2 پایه دارد و مسلماً نامتعادل است. و این هم مرحله 4. حتی 2 پایه در دست نیست. تو بر روی 1 پایه ایستاده ای. چه مدت می توانی بایستی؟ مرحله اول ساتیوگا خوانده می شود. دوره حقیقت. دومی به طور ساده بر حسب شمارش نامگذاری شده است. ترتا یعنی 3. چون فقط 3 پایه باقی مانده است. مرحله سوم دواپار نام دارد.
دعا واژه‌ای سانسکریت است که با عبور از زبان‌های مختلف سرانجام به تو تبدیل شده است و به مرحله چهارم کالیوگا می‌گویند، دوره ظلمات. ما در دوران ظلمات زندگی می‌کنیم. این ذهن انسان پیر است که آینده‌ای تاریک پیش رو می‌بیند. انسان پیر در فکر گذشته‌های طلایی است، اما این فقط بر روی خط افقی روی می‌دهد. بر خط عمودی گذشته طلایی است، حال طلایی است، آینده هم طلایی است. زندگی در جشنی با شکوه و پرغوغا است. بنابراین به جای نگرانی درباره قوانین دوران پیری، به خطی فکر کن که قطار زندگیت بر روی آن حرکت می کند. هنوز برای تعویض خط وقت هست. همیشه برای تغییر خط وقت هست. زیرا در هر لحظه امکان انشعاب از خط وجود دارد. تو می توانی تغییر مسیر بدهی. تغییر مسیر از افقی به عمودی. فقط این مهم است. نشانگان پیری، غریبه‌ای در اتاق پذیرایی، صفحه 162. خانم مسنی می گوید که متوجه تغییری در رفتارش شده که از نظر او ناراحت کننده است. گاهی اوقات بی جهت عصبانیت شدیدی به من دست داده و فوراً فروکش می کند. اما این رفتار من سابقه نداشته است. شاید هم همیشه چنین رفتاری در من بوده و خود خبر نداشتم. نه، ولی پس از سن معینی که جای قطب‌ها عوض می‌شود، چنین چیزی اتفاق می‌افتد. این یک فرایند بسیار نامحسوس است. هر مردی در ضمیر ناآگاهش یک زن و هر زن در ضمیر ناآگاه خود یک مرد دارد. در ضمیر ناآگاهت تو یک زن هستی، بنابراین از قابلیت‌های زنانه خود استفاده می‌کنی و هر قدر بیشتر آنها را به کار می‌گیری، آن قابلیت‌ها بیشتر تحلیل می‌روند. اما ضمیر ناآگاهی که آن را بی استفاده رها کرده ای، بسیار جوان و تر و تازه باقی می‌ماند. وقتی بخش مؤنث بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد، به تدریج ضعیفتر می شود و سپس لحظه‌ای فرا می رسد که چنان ضعیف و ناتوان است که بخش مذکر ناآگاه قوی تر از بخش مؤنث می شود. در آغاز بخش مؤنث قوی تر بود. به همین دلیل هم تو یک زن بودی. به عنوان مثال تو 70% زن بودی و 30% مرد. آن 30% سرکوب شد و توسط آن 70% زن به ضمیر ناآگاه رانده شد. استفاده آگاهانه از بخش مؤنث این بخش آگاه را ضعیفتر و ضعیفتر می سازد. لحظه ای فرا می رسد که به زیر 30% سقوط می کند. بعد ناگهان ورق بر می گردد و بخش قوی تر زمام امور را در دست گرفته و بسیار قوی می شود. و تو به تعجب می افتی چون هرگز پیش از این از وجودش خبر نداشته ای. همین موضوع برای مردها هم اتفاق می افتد. مردها وقتی پیر می شوند حالت زنانه‌ای به خود می گیرند. چیزی حدود سن 49 سالگی، سن یائسگی، این تعادل در زن به هم می خورد. همین که دوره های قاعدگی متوقف شد، این تعادل شروع می کند به برهم خوردن. دیر یا زود شخص متوجه وجود بسیار تازه‌ای می شود که به درونش قدم می گذارد. عجب و پاک گیج می شود، حسابی قاطی می کند چون نمی داند چطور با این غریبه سر کند. این غریبه همیشه آنجا حی و حاضر بوده، اما همیشه در زیر زمین زندگی می کرده و هیچ وقت در روابط خانوادگی شما شرکت نداشته است. هرگز پایش را در طبقه بالا نگذاشته است. اکنون ناگهان از زیر زمین بیرون آمده و نه فقط این که در اتاق پذیرایی نشسته و می خواهد صاحب خانه هم بشود و زورش را هم دارد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه او را بپذیری و مراقبش باشی. با آن جنگ نکن، سعی نکن او را سرکوب کنی.
حالا وقت سرکوب کردنش نیست. فقط باید نسبت به او آگاهی بیشتر و افزونتری پیدا کنی و این آگاهی نگرش کاملا جدیدی را به ارمغان خواهد آورد. تو به آنجا می رسی که می دانی نه مردی و نه زن.